جلسه امشب از مجموعه مباحث لقاء الله و قواعد وصال چهار مرحله است که آیات شریفه قرآن برای وصال بیان کرده. تا دیشب معانی لقاء را به انواع مختلف گفتیم: دیدار مشافهه‌ای، حضوری، عینی، حسی، جسمی و جسدی لقاء است. رؤیت در رؤیا لقاء است. وصال است. استجابت دعا وصال است. قبول شدن نذر وصال است. قضاء حاجت انسان و دریافت آنچه که از محضرشون خواسته اید، ولو کسی رو نمی بینید، صدایی نشنیده اید، وصال است. بده بستون با امام زمان مثل نذر و عهد و قسم وقتی واقع میشه و جواب میگیرید، وصال است. اون چه دلتون میخواد بهتون میدن، ولو هوس قضا باشه، وصال است. لزومی نداره امام زمان بگید یه امشب هوس پلو ماهی کردی و براتون رسوندن، وصال. گفت با مرحوم آیت الله اصبنتقی موسوی اصفهانی صاحب مکیال المکارم: این بزرگوار آدم فوق العاده ایست و تنها کتابی که در سطح حوزه و دانشگاه الان داریم که برای تدریس مهدویت قابل تدریس هست، مکیال المکارم. اگر حالا اساتید بنشینن کتابهایی بخوان تألیف کنن برای تدریس مبانی مهدویت، اوی بحث دیگه ای، ولی کتاب موجودی که قابل تدریس در حوزه باشه و یا در دانشگاه و حتی دکتورین مهدویت یا دانشگاه مهدویت بر اساس این کتاب تأسیس بشود، جا دارد. مؤلفش اصمنطقی موسوی اصفهانی. ایشون حج مشرف بود، در حج اون سال وبا میاد، تمام حجاج وبا میگیرن، دست دست میمرد. تنها کاری که دولت ضعیف اون موقع عربستان با امکانات اون موقع 80 سال پیش انجام میده، قرنطینه مبتلایان به وبا. هر کی، هر حاجی وبا میگرفت میبردنش توی بیمارستان، دیگه اجازه خروج بهش نمیدادن، یا باید خوب میشد یا میمرد. گفت من مبتلا شدم به وبا، بردنم بیمارستان، از اونجا یکی هم زنده بیرون نمیام، مثل زندان. مریضای وبایی هم شما ندیدین، خدا نکنم ببین، ناله، دلدرد، دلپیچه‌های سخت، اسهال‌های غیر قابل کنترل، عفونت‌های آلوده شایع. من توی بیمارستان نذر کردم که اگر خدا منو از این مرض نجات بده، کتابی بنویسم، فواید دعا برای فرج امام زمان رو تو اون کتاب بنویسم. انشالله فردا شب میگم این کتابو بیارن دم در آقای محمد علی، میگیم بیارن که در اختیار عزیزان باش. نذر میکن و همین مقدار که نذر کردم نفهمیدم، یک ساعت شد کنار تخت من یک نظامی سعودی در لباس افسران عالی رتبه سعودی با یک کاسه آش وایساده، به من گفت پاشو از این آش بخور، وبا و اسهال و استفراغ و آش. من اصلا نمیتونستم یه لقمه، یه قاشق بخورم. خودش به دست مبارکش یه قاشق آش به من داد، نتونستم بخورم. دست کرد تو جیبش، یه نارنج بزرگ در آورد، یه چاقو از جیبش در آورد، اون نارنج رو از وسط نصف کرد، فشرد روی این کاسه آش، بعد فرمود حالا میتونی بخور.
چند قاشق از این آش به من داد، فرمود پاشو بری. گفتم آقا قرنطینه است، مامورین مسلح میکشن کسی خارج بشه. فرمود پاشو بری. آشو که من خوردم رمق به جانم افتاد، اصلا یک انرژی قوی، اون ضعف شدیدی که رو به موت بودم رفت. دست من گرفت، از جلو مامورین از در خارج شد. منو به بیرون بیمارستان که رسان، فرمود نظری که کردی فراموش نکن. اینو فرمود و غائب گذشت. ما آمدیم ایران و آمدیم اصفهان و گرفتاری ها مانع می شد از اینکه من مشغول تألیف این کتاب بشم. تا شبی حضرتش را خواب دیدم، به من فرمودن این کتاب را بنویس، عربی هم بنویس، نام او را بگذار مکیال المکارم فی فوائد دعاء للقائم صلوات الله. بعد از او من مشغول شدم. ایشون کتاب رو می نویسه. می دونی کسانی که برای امام زمان به شکل جدی کار کنن دشمن دارن. ایشون در 39 سالگی مسموم کردن در اصفهان بعد نوشتن بخشی از این کتاب و به شهادت رسید. دو جلد از این کتاب نوشته شده. معلومه از مدل کتاب که باقی مانده هایی در ذهن مؤلف بوده و باید به اتمام میرسنده که دشمنان به او مهلت ندادن. مسمومن در اصفهان از دنیا رفت. مرد بزرگی بوده، بارها خدمت امام زمان مشرف شد. از این کتاب که به دستور خود حضرت نوشته شده پیدا که مفاهیمی که در نظر ایشون بوده چه مفاهیم بلندی. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله میرزا علی فلسفی، همیشه به من میفرمودن کتاب مکیال کتاب بزرگی، عجیب و غریب، از روایات مختلف و آیات مختلف استفاده میکنه، اینا رو میچرخونه، میاره مربوطش میکنه به فواید دعا برای فرج امام زمان. اون چه که تألیف شده از این کتاب 3 بخش معرفت امام زمان، 4 بخش معرفت امام زمان، احادیث نابی میاره جلد اول، بعد حقوق امام زمان، امام زمان به گردن شیعیان چه حقی داره، حقوق حضرت را بشناس، سوم وظائف شیعه در زمان غیبت امام زمان، شیعه در زمان غیبت نسبت به حضرت صاحب زمان چه وظائفی داره. 84 وظیفه را در این کتاب آورده. و بعد قسمت آخر 105 فائده از فوائد دعا برای فرج امام زمان، هر کدوم مستدل به استدلال‌های قوی از آیات قرآن و روایات صحیحه و معتبره اهل البیت، و جا داره که هر شیعه‌ای از این کتاب داشته باشه و سالی یک بار حداقل کتاب رو دور کنه. ترجمه فارسی هم شده ولی با همون نام، که نامیه که خود امام زمان بر این کتاب نهادن، مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم علیه السلام. این میرزا محمد تقی اصفهانی از اونایی بوده که امام زمان نازش میکشیدن. خواستم یکی از معانی وصال رو توضیح بدم، اینه با جمعی از رفقای اصفهان میرفتن کربلا. او زمان تو سفر مثل حالا نبوده، نون خشکه میبرد
خوردن مثلا اصفهانی ها به نون خشک خیلی علاقه دارن، همین الانش هم همین نون خشک جو بهترینش اصفهان. من نون خشک جو در اصفهان دیدم که لنگه نداشت. شیراز دارن ولی اونا هم از اصفهان میارن. من هر وقت نون خشک میخوام جو میگم از اونجا میارن. یه چیز عجیبیه، چنان نون جو رو درست میکنن تو دهانت میذاریم ترد آب میشه با یه طعمی که اگر با یه ذره ماست چکیده بذارن جلوت دیگه سیر نمیشه. او سفرهای اون موقع کش بوده و اشکنه درست میکردن و ماست چکیده با خودشون میبردن تا برسن کربلا. ایشون پیاده هم میرفتن دیگه، اسب و الاغ، یا اگر با ماشین هم میرفتن، ماشین های اون موقع کمتر از اسب و الاغ نبود. ماشین های قدیمی من نمیدارم شما یادتونه سوار شدین، از تبریز چند روز طول میکشید تا مشهد بیان، 4 روز 5 روز تو را بودن تا از تبریز با اون ماشین ها بیان مشهد. یک شب تو را ایشون میگه من هوس کردم امشب مرغ، معذرت میخوام، گوسفند شکم پر با باقالی پلو با شوید بخورم. میگن سیر وسط بیابون شوید پلو باقالی، اونم گوسفند شکم پر بریون شده، این از کجا میخوای پیداش کنی؟ خب من امشب اشکنه نمیخوام، یا همون یا اشکنه نمیخوام. ممکنه بعضی اینا رو مسخره کنن، ممکنه بعضی ظرفیت های غیر قابل نتونن اصلا هضمش کنن، ولی عالم ناز عاشقانه یه عالم های خاصیه که ظرفا از عقول میتوانن درکش کنن و طرائف العقول میفهمش. گاهی آدم حبیب برای محبوبش ناز میکنه، دوست برای عاشق برای معشوق ناز میخوام. من نمیخورم، میگن آه سید امشب اشکنه است، یا همینو میخوری یا گشنه میمونی. باش نال گشنه بود. خلاصه رفقا اشکنه ها رو میخورند و ایشون هم هیچی نمیخوره. گفت خوب که همه سیر شدن، سفره رو جمع کردن، خیمه زده بودن تو منزلی که پیاده شده بودن برای استراحت بین راه. یک وقت دیدیم که وارد عراق هم شده بودیم، منطقه عرب بودیم، یعنی از اصفهان آمده بودیم، بروجرد و از بروجرد آمدیم وارد عراق شده بودیم. یک ساعتی گذشت، شخیم در خیمه یکی صدا می آمدیم بیرون، دیم یک کسی یک سینی غذا آورده، یک گوسفند بریون روش برنج شوید پلو با باقالی ریخته. گفت اینو رئیس قبیله ما برای اون آقا سیدی که توی کاروان زوار امام حسین هست فرستاد. مهمون امام حسین نشدی؟ خیلی دلشون میخواد برن قضای حرم حسین را بخورن، اما بعضی ها نصیب نکی میان مشهد. خیلی هاشون آرزو دارن دم پلکان هواپیما یا توی اسکار قطار از قطار که دارن پیاد میشن بهشون از این کوپنای قضای حرم بدن، اما نصیب هر کی نمیده. میگفت این رفقا آمده بودن همینطور نگاه میکردن، شیکمام پر اشکنه، جا نداشتن بخورن. سید فرمود بسم الله، آقا مال شماست، بفرمون. این وساله وقتی نازت میکشن قضایی رو که حوث کردی جلوت میذارن، این یکی از معانی وصال. حتما نباید اون چشو ابرو رو ببینیم. دیشب 2-3 شبه داریم معانی وصال رو میگیم. اونایی که بودن وقتی نظر میکنی نظر جواب میگی، وصاله. وقتی یه چیزی رو میخوای بد میدن، وصاله. یه عروس خوب خواستی بد دادن، قسم میخوادی. خانومی که به من زنگ زده بود پیامم داده بود، گفت یه ما عروسی گرفتیم خیلی متدینه است، خیلی همه چیش فوق العاده است، محجب
عجب متدینه، صاحب جمال، اصلا از هر جهت این عروس کار. منتهی عروسی ما داشتیم، مال پسرم بود، اون پسر دیگم او رو که میخواستیم دامادش کنیم، خانواده عروس دوم اینا لاوبالی بودن، اهل موسیقی و نمیدونم ارکستر خواسته بودن شب عروسی بیارن، و این عروس اول ما که متدین است گفت من نمیام، من تو مجلس عروسیشون شرکت نمیام. پسر منم عصبانی داد فریاد جیغ که برادر من شب عروسیشه، اداهات چیه، باید بلند شی بیای، میزنن که بزنن به اوناست، به ما چه ربطی داره. خلاصه بینشون اختلاف میشه، ایشونم غذاهای یخچال ور میره میریزه تو سطل و زباله و میگه امشبم گرسنه. ما همه رفتیم عروسی، نو عروس جوان عروس اول ما تو خونه تنهامون. وقتی برگشتیم دیدیم گریه، گفتیم چی شده؟ گفت شما که رفتیم. بعد ساعتی خب من گرسنم شد، هیچی هم نبود تو خونه، نون و سفره و نمیدارم قضا هرچی توی یخچال بود ریخته بود، پولم که نداشتم برم چیزی بخرم، رو لجبازی کارا رو کردیم. یه وقتم در خونه در میزنم، در رو باز کردم، یه خادم حرم امام رضاست، یه پرس قضا از حرم آورد، گفت این قضا را حضرت رضا فرست. اینا وسالنی وسال، اینا همه مفاهیم وسال. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر که میخواد به لقاء برسه یک عمل صالح، گاهی یک عمل کودکانه، حالا نمیدونم چرا امشب همش بحث قضا هم پیش میاد، یک عمل کودکانه. من در یک کتابی دیدم، اتفاقا این کتاب را شهرداری مشهد چاپ کرد. حالا چی شده بود؟ شهردار یا معاون فرهنگی حوثش کرد بود این نکترم توی کتاب بینید، تو خود شهرداری هم به من دادن. یکی از چیزایی که نوشته بود این بود، پسرک مادرش بهش گفت برو امروز 5 تا نون سنگک بگی بیاد، امروز زور نهار آب گوشت. آمده بود دم نونوایی سنگکی وایساده بود، تا به نوبتش رسید و صف به او رسید، گفتیدم یه ماشینی آمد که باربند داشت و پیکانی بار مسافری و سقف ماشین. من متوجه شدم اینا زائره. راننده از ماشین پیاده شد، دید صف خیلی درازه، پشیمون شد، رفت سوارش بره. من تازه نوبتم رسیده بود، رفتم جلو، گفتم آقا شما زائره حضرت رسایی؟ گفت بله. گفتم شما عجله دارین، خستم هستین، بیاین جای من جامو میدم به شما، نون بگیرین برید، من میرم ته صفایی. پسر 12-13 سال اگر حضرت رضا را بشناس، اگر مفهوم زائر علی ابن موسر رضا و زائر خسته حضرت رضا را بشناس بفهم، و اگر ادب حاصل از اون معرفت را هم بدونه، اهل ریام نیست، فقط رو عشق به امام رضا، فلیعمل عملا، یک عمل صالحا، عمل صالحی که ولا یشرک به عبادت ربهی، فقط هم برای خدا اون کار رو کرد. اونم آمد نونو گرفت و رفت، و من ته صف وایسادم تا دوباره شد نوبت من بشه، نونوایی نونش تموم شد، بابا نون نداریم تموم شده دیگه، وای نست. من دست خالی اومدم خونه، دیدم مادرم سفره پهن کرده، دو جور برنج مر خوره، سفره رو داره میچینه، معلومه هی داره میره از تو آشپزخونه میاره. گفتم مامان مگه نگفتی آبگوش داری؟ گفت بله آبگوش داریم، که نونه تو رفتی نون بگیری. قصه رو برای مادرم گفتم که من جامو دادم به یه زائر امام رضا که گروه بودن، خانواده بود. تا قصه رو گفتم مادرم گریش گریه، گفت پس برای همینه امروز از حرم امام رضا دو جور غذا برای ما آورد. این وصاله، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فلا یشرک به عبادت ربه احدا. بمونه بحث اصلی امشب برای فردا شب، نشد بازم نشد. اگه اینا لقائه، اگه اینا وصاله، اگه کسی دست رقیه کمی آب میداد یا یکم غذا میداد،
آیا وصال بود یا نه؟ اگر اون شبی که افتاد کسی فقط دستشو میگرفت که زمین نخور در اون تاریکی شب فره کارخونه داره بعدش هم خوبه. از اون عاشقای امام حسین، ما هر وقت رفتیم کربلای کربلا، شاید به نظرم هفته یک بار یه روز میره کربلا، انقدر علاقه. ای که بگم سالی 30 بار کربلا مشرف میشه گذافه نکن. گفت یه بار قاچاق رفتیم، هوا تاریک بود تو بیابون که بلدی جلو را میرفت، انقدر هوا تاریک بود که خودمونه نمیدید، دستامونه نمیدید، هر کدوم برای که گم نشیم پشت پیراهن جلویی رو گرفته بودیم که اگه از هم فاصله بیفتیم گم میشد. من نفر جلو بود، اون بلد را با صداش ما رو هدایت. همینطور که من میرفتم گاهی پام گیر میکرد به این درخچه های خار، میافتادم رو بوته خار با شکم و سینه، پشتری ها میافتادن رو من. اون شبا من تازه فهمیدم بچه 3-4 ساله تنها، کسی نباشه بلندش کنه از رو درخچه خار. من رفقا بلند میکردن، این پیرنم پر خون بود. قسم میخورد تا 2 ماه بعد از این که از کربلا برگشته بودم هنوز از سینم و شکمم خار در می آورد. بعضیش رفته بود شکسته بود، تا چرک نمی کرد نمی زد بیرون خودش، اصلا در نمی آم. او شبا فهمیدم بوته خار ند، گاهی درخچه خاره، دیگه نمی تونی حرکت کنی. مرحوم جزائری ایشون نوشته سر رو که آوردن جلو بچه گذاشتن رو پوش روش بود. پرسید عمه ما هذهی، این چی آورده؟ فرمود عمه ما تطلبین، این همونیه که تو میخوای. تا گفت همونیست که دنبالشی، با دستای کوچولوش رو پوش رو از رو سر برداشت.